رفقا سلام، به کانال ارز دیجیتال پی اس ان خیلی خوش اومدید. ممنونم که در این ویدیو با من همراه هستید. امروز میخوام یه وبسایت بهتون معرفی بکنم مثل سایت تریدین ویو که برای تحلیلاتون ازش میتونید استفاده بکنید، با این تفاوت که تمام امکاناتش رایگان هست و لازم نیست که برای امکانات بیشتر مثل تریدین ویو برید نسخه پریمیوم رو خریداری بکنید. قبل از اینکه برم سراغ آموزش و معرفی این وبسایت، بهتون بگم که این پست و این ویدیو قرعه کشی داره و دوستانی که تا انتهای ویدیو رو ببینن، لایک کنن و 3 تا کامنت بذارن، توی قرعه کشی هفته بعد شرکت داده خواهند شد و از طریق تلگرام و همین کانال یوتیوبمون اطلاع رسانی میشه. حتما بریم سراغ آموزشم. خب دوستان، سایتی که میخوام بهتون معرفی بکنم سایت investing.com هستش. وارد این وبسایت میشید، اولین کاری که باید بکنید این هستش که از قسمت ثبت نام فری ساین اپ کلیک بکنید و حالا جیمیلتون رو وارد بکنید. خیلی راحت میتونید عضوش بشید و به همین سادگی شما در این وبسایت تونستید که ثبت نام رو انجام بدید. قابلیت‌های خیلی جذابی داره این وبسایت، خیلی طولانی میشه اگه بخوام توضیح بدم. نکات خیلی مهمش رو این جلسه بهتون میگم. اگر دوست داشتید که ادامه بدیم راجع به امکانات بیشتر این وبسایت، حتما توی کامنت ها برای من بنویسید. اگه 3 تا کامنت هم بذارید و ویدیو رو لایک کنید، حتما توی قرعه کشی شرکت داده میشید. بریم سراغ وبسایتمون. ببینید در صفحه اول وقتی که وارد میشید، قسمتی داریم در منوی بالا که نوشته چارت. از این قسمت میتونید روی کریپتوکارنسی چارت کلیک بکنید و ارزهایی که مربوط هستن به بازار کریپتو و ارزهای دیجیتال هستن رو، چارتش رو مشاهده بکنید. و از این قسمت هم دوستانی که فارکس کار میکنن میتونن بیان چارت مربوط به فارکس رو ببینن. من روی قسمت کریپتوکارنسیش کلیک میکنم و منتظر میشیم که چارت باز بشه. خب ببینید یه همچین چیزی رو برام میاره، خیلی مشابه سایت تریدینگ ویو هستش. دوستانی که بلد نیستن حتی با سایت تریدینگ ویو کار بکنن، من قبلا آموزشش رو در 2 جلسه دادم، این بالا براتون میذارم، میتونید حتما برید اون ویدیو رو ببینید. این هم دقیقا شبیه اونه، اصلا شاید یه ذره آیکون ها فقط تفاوت داشته باشه. اینجا روی این گزینه کلیک میکنید تا بزرگ نمایی برای شما انجام بشه. ببینید واچ لیستتون رو میتونید برای خودتون بچینید، مثل سایت تریدینگ ویو. اینجا نوع کندل ها رو میتونید مشخص بکنید، ارزتون رو میتونید اینجا وارد بکنید که چه ارزی رو میخواید تحلیل کنید، تایم فریم هاتون رو میتونید اینجا برای خودتون وارد بکنید و از این قسمت میتونید ایندیکیتور ها رو وارد بکنید. میگم بی نهایت میتونید ایندیکیتور بزنید. من اگه 4 تا هم وارد بکنم هیچ اروری به من نمیده و 4 تا ایندیکاتور رو برای من میاره، حتی اگر 5 تا هم بزنم باز برای من باز میکنه. این چیزی هستش که در سایت تریدینگ ویو اگر شما بخواید 3 تا اندیکاتور بیشتر رو وارد چارتتون بکنید، بعد حتما نسخه پریمیوم یا پرو رو خریداری بکنید. ولی در این وبسایت رایگان هستش و میتونید ازش استفاده بکنید. میتونید خطوط ترند بکشید، دقیقاً عین سایت تریدینگ ویو، و براش داره، میتونید این بالا برای خودتون اضافهش بکنید، میتونید از تحلیلتون عکس بگیرید و شیر بکنید و دقیقاً مثل سایت تریدینگ ویو هستش. یه ذره سایت تریدینگ ویو شاید برای شما روونتر باشه و مثلا بهش عادت کرده باشید، ولی بهتون قول میدم اگه با این وبسایت هم کار بکنید خیلی زود میتونید بهش عادت بکنید. خصوصیت و آیتم دیگه‌ای که در سایت تریدینگ ویو پولی هستش و اینجا رایگانه این هستش که میتونید 2 یا چند تا چارت رو کنار هم قرار بدید. مثل اینجا من میتونم ارزهای مختلف رو در تایم فریم های مختلف برای خودم ست بکنم و اگر مانیتور بزرگی دارید میتونید بندازید رو مانیتورتون و همزمان رصد بکنید چارت های مختلف رو، و خیلی میتونه براتون کاربردی باشه. این قابلیت هم قابلیت جذابی هستش که در سایت investing.com برای شما رایگانه. یه بخش دیگه هم داره که اگه بخوام برم اون رو معرفی بکنم، یه بک میزنیم. خب ببینید از این منوی بالا گفتم میتونید روی گزینه چارت بزنید و برید فارکس رو هم بررسی بکنید. یه چیز جالب دیگه ای که داره، دوستانی که فارکس کار میکنن این خیلی میتونه به دردشون بخوره. بعضی موقع ما دوست داریم که اندیکاتورهای مختلف روی چارت داشته باشیم و بررسیشون بکنیم و ببینیم که چه سیگنالی دارن میدن. این وبسایت به صورت اتوماتیک میاد 12 تا اندیکاتور رو برای ما به نمایش در میاره که حالا ما میتونیم
ازش استفاده بکنید به عنوان یک حالا تاییدیه دوم. میگم برای تاییدیه دوم میتونید ازش استفاده بکنید صرفا با این حالا سیگنالی که داره وبسایت بهتون میده توسط این 12 اندیکاتور نرید پوزیشن باز بکنید که خدای نکرده معاملاتتون بره توی ضرر. فقط میتونید به عنوان یک راهنما و یک سیگنال تکمیلی و یک تاییدیه دوم یا سوم ازش استفاده بکنید. روی تکنیکال که کلیک بکنید از این بالا روی تکنیکال سامری که بزنید اینجا براتون اون بخش رو میاره. این بخش فقط مخصوص کسانی هستش که در بازار فارکس دارن کار میکنن. اینجا رو ببینید در تایم فریم 30 دقیقه، 1 ساعت، 5 ساعته و دیلی میاد مثلا مووینگ اوریج رو برای شما بررسی میکنه. در تایم فریم 30 دقیقه مووینگ اوریج داره به من میگه که استرانگ بای. حالا اینا ترکیبی از چند تا مووینگ اوریج هستن که این سیگنال رو دارن به ما میدن. میگه در تایم فریم 30 دقیقه مووینگ اوریج ها دارن میگن خب یک بای قوی میتونه انجام بشه. در مثلا ساعتی داره به ما میگه که باز هم استرانگ بای، در 5 ساعت هم استرانگ بای، در دیلی نیوتراله که یعنی خونسا. خب حالا اندیکاتورهای دیگه هم اینجا بررسی کرده که حالا هر کدوم در تایم فریم های مختلف داره سیگنال خاصی رو میده. میگم در کنار تحلیل های خودتون میتونید از این هم استفاده بکنید و یک تاییدیه میتونه براتون باشه. حالا بقیه ارزها هم اینجا هست، میتونید اونا هم بررسی بکنید. یه قسمت دیگه هم داره به نام تکنیکال آنالیز، از بالا من روش کلیک میکنم. اینجا میاد اون بخشی هستش که قبلتر بهتون گفتم، میاد 12 تا اندیکاتور و اوسیلاتور رو براتون بررسی میکنه روی چارت. مثلا روی یورو یو اس دی داره 12 تا رو برای ما بررسی میکنه. به طور مثال داره میگه که RSI 14 داره به ما میگه که خونسا هستش و حالا نه سیگنال بای میده نه سل. مثلا استوکاستیک داره به ما میگه بای، مثلا مکسی داره میگه بای، ADX مثلا داره میگه سل. خب بعد میاد برایند مجموع اینا رو انتها به شما میگه، مثلا میگه 4 تا سیگنال بای داریم، 3 تا مثلا سل داریم و حالت خونسا یا نیترال هم 3 تا داریم. بعد میاد میگه آقا برآیند اینا مثلا میشه بای، نزدیک بای، مثلا میتونه یک بای ضعیفی انجام بشه. حالا میری تحلیل خودتون رو انجام میدید در بازار فارکس روی این دوتا ارز، حالا بررسیاتون رو انجام میدید، میاد از اینجا یه تاییدیه دوم یا سوم هم میگیرید. مثلا میاد میگید که اگر با تحلیلتون همخوانی داشت و در یک راستا بود اینجا هم بای داد و شما هم در تحلیلتون بای رو دریافت کرده بودید، میاد خب یک سیگنال بای رو میگیرید. اگر استرانگ بای باشه یعنی خب یک بای قدرتمند، یا استرانگ سل باشه یعنی یک سل قدرتمند که اگر استرانگ باشه خب قابل قبول تر هستش، میتونه ازش استفاده بکنید. اینجا اومده کلاسیک رو بررسی کرده، فیبوناچی رو بررسی کرده و وودیو مثلا بررسی کرده. اینا هم میتونید مد نظر قرار بدید، در تحلیلاتون استفاده بکنید و چیز جالبی هستش. میتونید حالا تایم فریم هاتون هم عوض بکنید، 5 دقیقه، 15 دقیقه، ساعتی، دیلی، ویکلی، همه رو میتونید بررسی بکنید و آیتم خوبی هستش که دوستانی که در فارکس کار میکنن میتونه ازش بهره ببرن. مهمترین قسمتش همین قسمت چارت بود که مربوط بود بالا به فارکس چارت و کریپتوکارنسی چارت، که چارتش رو بهتون نشون دادم چجوری میتونید بزرگ کنید، از آیتم های مختلفش استفاده بکنید مشابه سایت تریدینگ ویو. یه قسمت خوب دیگه هم که داره قسمت نیوز هست که میتونید حالا اخبارهای مختلف رو بررسی بکنید. اونایی که فارکس کار میکنن، اونایی که در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت میکنن میتونن بیان خبرهای بروز و لحظه‌ای رو اینجا بررسی بکنن و بتونن ازش در تحلیل هاشون استفاده بکنن. ممنونم که در این ویدیو با من همراه بودید. این ویدیو قرعه کشی داره، حتما ویدیو رو لایک کن و 3 تا کامنت هم بذار. امیدوارم که این ویدیو برات مفید بوده باشه. اگر دوست داشتی که آیتم های دیگه این وبسایت هم بهت معرفی بکنم لطفا در قسمت کامنت ها برای من بنویس. سپاسگزارم، موفق و پرسود باشید، خدا نگهدار.